وظیفه‌مون رو انجام دادیم. البته، ولی ما وظیفه‌ای داریم. اونم قدردانی از ماموران وظیفه شناسه. متشکرم. ببخشید، ماموری که دزد و دستگیر کرد اینجا نیست؟ نه خیر، اون دیشب کشیک داشته. امروز راحتیشه. ممکنه آدرس منزلش رو به من لطف کنید؟ لزومی نداره به خودتون زحمت بدید آقا. اون وظیفه‌شو انجام داده. معذالک دلم میخواد ازش تشکر بکنم. اشکال نداره. پسرم بدم گوگ میزنیم، مردم خوابم بابه. اگه یه دفعه دیگه صدای گوگتو بشنم جریمت میکنم. چشم میزونی سرسینتون پاک کنم. دست من دارم. سلام عرض میکنم. آخه دو ساعتی که من اینجا بایستدم دارم گوگ میزنم، پسره نمیاد در باز کنه. انگار نه انگار که من اینجا بایستدم دارم گوگ میزنم. خب چرا در نمیزنیم؟ آخه گفتم نکنه شما خواب باشی. صدای بوق نخراشیدن که بدتر از در زدن. الان میخوای برم واسه در بزنه؟ خیلی خوب، دخل ما رد کن بیا. خیلی خوب، اجازه بده الان دخلتو میارم. بفرمایید، اینم دخل یک دونگ از شش دونگ سرکارخانه نایب جان. مال مریم هم رد کن بیا. مال مریم رو خواهش میکنم، تقلا میکنم. ما با هم دیگه اختلاف معامله خیلی خیلی گنده ای داریم، باید خودش بیاد اینجا باش حل کنم. میشه؟ خیلی خوب، بفرستمش بیا. بفرستش بیا. تون تون دم میره، بفرستش بیا. سلام عمو جان. سلام، این هنوز خوابیده؟ عجب پسره تنبلیه. بهرام پاشو بابا، آفتاب پهن شده، چقدر میخوابی؟ کاظم اومده دم در دو ساعت داره بوق میزنه. آخه ناسلامتی تو هم صاحب یه دونگ تاکسی هستی؟ این پسره چقدر خوشخوابه، حتما باز دیشب بوق سگ اومده. نه عمو جون، دهم نشده بود اومد، مگه نه زهره؟ بله. به روبایه گفتن شاهده که گفت دنبه. بهرام گفتن پاشو پسر جون. ببینم تو با کاظم اختلاف حساب داری؟ من؟ نه. باشو برای صحبتو بگیم. باشو. اختلاف معاملی استغفرید. عجب چخانی این سرکارخانه با. بفرمید بیا. اینم دخل سیدونگی. مرسی. حالا چرا نمیفرمه این تو صبحونه حاضره؟ صبحونه حاضره؟ قربونت برم الهی. شما بفرمه، من مثل فش فش خودم میرسونم سر صبحونه. مریم جان. میگم یه دون من دارم، سه دون شما میشه چهار دون، درسته؟ منظور؟ یه دونگه به اضافه سه دونگ میشه چهار دونگ دیگه. من نه، من که نفهمیدم. اگر نفهمی ما رفتیم. بشین صابونه تو بخور. بخیر، میرم برم چیزی میخورم. خداحافظ. بذار بره به کارش برسه بابا، نترس از گشنگی نمیمیره. بشین. سلام آقای همدونگ، یه روز نشد ما این صاحب مرده رو ورداریم بیاریم تو سر ساعت به تعبیرش بگیریم. ای یا این ساختن به مرگ احمد شاهکاره، البته ترانه هم هست. میخوایم جو ساعت بزنم؟ من خیلی خوب برای خودش ساخته بود، من ول میکردم. ای گوش کن چی میگم، امروز ساعت ده صبح تمرین داریم. عمو جون من دارم میرم خواه، شما چیزی نمیخواه؟ خدا سلام عرض. بیا کازم آقا. کمک دنده رو بذارم سربالی نمیشه، یعنی شد برم سلاخ رکنه. چه صبحونه یک کرسر میزنی؟ مریم چشم و چراغ خونه ما. چراغ چی؟ خدا بیا بودش. مثل دخترم ازش نگهداری کردم. بینگ
پرسیه پدرشو فروختم این سدون تاکسی رو واسش خریدم. بالا نکشتین. خودت میدونی که. بله شما میدونی. خواستم سرمایه‌ای برای آینده‌اش باشه. بدبخت نشه. خب منم که عرضی نکردم فقط گفتم اگر اون سدونگ بیا تو بغلم بشه چهار دونگ واقعا عالی میشه شما. مگه ما بعد چهار دونگ می‌کنیم؟ بله. وقتی با بهرام عروسی کرد میشه چهار دونگ. دیگه هم در این باره حرفی نمیزنی. فهمیدی یا نه؟ صبحونه زیادم شد. بشین بابا. من خودم واسه میذارم تو اصل می‌کنم. واقعا بی سلیقه ای. سلام عرض میکنم سرکار. امری داشتیم؟ من اعتصام هستم. همونه که دیشب دزد خونش رو گرفتین. ها بله بله بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید تو. خواهش میکنم. بفرمید تو. نه خیلی متشکرم سرکار. من فقط اومدم از شما تشکر بکنم. زمنم میدونین که اون قالیچه فوق‌العاده قیمتی بود و خوب اگه دوز میبردش متوجه هستید که بله بله. در این صورت طبیعیه که شما باید پاداش بگیرید. این حرفا چیه؟ وظیفه‌ام بوده انجام دادم. بله بله. ولی اصل تنبیه خائن و تشویق خادم چی میشه؟ همین تشکری که شما میکنین بهترین تشویق برای منه. چی میگه اینا؟ جایی درز نمیکنه مطمئن باشید. درز نمیکنه؟ این حرفا چیه آقا جان؟ اصلا شما چه اصراری دارین؟ من وظیفه‌مو انجام دادم، شما لطف کردین اومدین تشکر کردین، منم خوشحال شدم. دیگه کجاشو باید درس بگیرم؟ درس که بد نیست خانم. میگم اون یه دونگ سیفولخانه آژانو بگیریم بد نیستش. خب بگیرش واسه من دیگه. خیلی تو دخالت نکن. در هر صورت بفرمایید تو یه گلوی تازه بکنید. متشکرم از لطفتون. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. امیدوارم یه روزی جبران بکنم. اختیار دارین. خداحافظ. عجب مردمی ها. کدوم سوی راست؟ اینم سوی راست. بگم آقا جون حالا یه خورده برو به سوی چپ. اینم یه خورده به سوی چپ. آفش بری. برو به سمت راست. حالا اینم سمت راست. بفرما. حالا بپیچ به طرف چپ. تاکسی سوار شدی یا داری اکر بکر بازی میکنی؟ نادر نشو جمون. هم دقیقا مقاله نگرد. حالی شد. بیا پسر جم بیا. دکی 5000 چیه میدی دادم؟ دیگه بیشتر از این ندارم. تو تاکسیمت 25000 نشو میده. 5000 چیه میدی؟ ما 30 سال پیشم همینیم. الله و اکبر. به خوشگی شانس. مسافر خود بکنم. تقصیر من نیست جون شما. جام سروا 50 تومن جریمه میشی تا دیگه زیر توقف ممنوع وای نیستی. از شما درد نکنه. یه اصلاحای میسان هم بگی بار بنزین بزن. آخرین داره اینه. قربون تو بیانی بفرمی. خواهش. مرسی. خواهش. الان اینم میره قاطی اونا میشه و شروع میکنن به سر و صدا. وای خدا به دادمون برسه. خاک زغالی سرم میگم ازمین در خدمتون باشم. میام حضورتون. میام میام حضورتون. تمرینم کردی؟ الان میگه تاکسیم تصادف کرده بود. بله که در ازار تحتیل بکنم شکر گاشته کرده بشه تبریک. بله جریمش اینه که نهار باید بدی. بله خب بابا اینقدر شلو نکنیم بذاریم توضیح بدم واسه تون. میشه بابا جودی اینم شعره. این چیه دیگه؟ آره سی بچه‌ها باید مواظب باشیم وقتی دخترها میان بیرون بیافتیم دوباره. خیلی خوب بچه‌ها. حالا حاضر بشیم ببینیم. 1 2 3 Thank you.
کاشکی من سر دل تو سینه داشتم، پیش سر تا یار یه رو می داشتم، کاش از اون سر تا یکی شمون بود که امیده درد نازم بود. دلم الان یه پلچی خوش دل الان دل خدا می دونه دل الان دلش به دعای من دعای من همینه تو دل به سوز خون بشه تو سینه گرم به کار دل زدم خدایا تو بازش کن برای هر محبتی سراپا ریازش کن درد بی عشقی درد زمونم زندگی عشق باقیش کنونم کاشکی من سر دل تو سینه داشتم پیش سر تا یار یه رو می داشتم کاش از اون سر تا یکی شمون بود که با بیده قلب ناتم بود دلم برای هرچی خوش بده خدا می دونه دل الان دلش دعای من دعای من همینه که دل به سوز خون بشه تو سینه گرم به کار دل زدم خدایا تو بازش کن برای هر محبتی سراپا ریازش کن درد بی عشقی درد زمونه زندگی عشق باقیش کنونه دلم برای هرچی خوش بده الان که خدا میدونه دل الان که نشته باقی بیا اینو بگیرش. آید گوش کنیم بچه ها. یه صدای پا میاد برگی تو. صدای پا؟ میگم پا خنده. خنده. خنده رو با پا اشتباه کرد. چرا میره؟ چرا هم چی بکنم؟ دست تو باشین دیگه بچه ها. وای دلم داره از گشنگی زفت میگه. گلتی بره. نمیدونین چقدر گشنم. هیده زود باشین دیگه. وی 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 بچه بوده که دختر خانه یه مال خانه یه مال خانه مال من ما بعد بود ما یخ کنی مغز بیا همینجا باید میگم اون سخوناشو براتون بیارم بعد ببینم واسه اون سخونا مغز خیلی بچه‌ها اندافا اومدن اینجا کافه تریاس ابروام درست کنم فقط اینجا چرا فیلم قبله باشه چطوری جونی؟ هنه جدت نهی که نهی لبکم باش بلی بلخواد تایی پپسی هاشون ایچی باقی میبونه چی میگی بابا آبی نمو پنج تا ساندویچ با پنج تا پپسی از اینم بیار ایچی میبونه علی خیکیه خوش منده بیری رو مغز خیار یادم نخون بابا حوصله داری دیدیم چه اسمی رو ما گذاشته خانم اسم بنده چیزه اجازه بده من خودم معرفی میکنم این آقای چیز اسم نحسش ایرجه باباش معماره یعنی خلاصه بساز و بندازی خودش هم نیناشناش درست میکنه یعنی جون همش آهنگسازه مثلا این آقازاده نا فامیلش داریوشه خیلی هم بازی گوشه اما عین باباش دیرجوشه مثل که معلم کلاس اوله ترقی هم نمیکنه خودش هم مزقوم میزنه و هم اون آخری اون آخری اون گامبوه که اون تنش سمچه گرد و قلمبه هست روزی 7-8 تا نون سنگک با 4 تا دیزی میخوره یک بچه بی ادبی هم هست که اصلا حد و حساب نداره عادت عجیبی داره مرتب انگوش کنه نگاه کنه انگوش کرد بعضی وقتا یادش میره میذاره دهنش تام نری کن کارش وجود داره اسم این آقا بهرامه پدرش پاسپانی سام نری کن معذرت بخوام خانموی بنده است خلاصه ما سال هاست که با هم دیگه فامیلی خودش هم خیلی قشنگ آواز میخونه دانشجوی سال اول تاکسیرانی هم هست هر سال هم شاید اول میشه جریمه هم اگه بده 50 تومن کمتر نمیده یعنی روش نمیشه که بده پس بذار تو رو من معرفی کنم این آقا اسم کثیفش کاظم نه تا حالا اسم باباشو به ما گفته نه چیزی خودش هم به حساب خودش مثلا جیاز میزنه فامیل جیاز یه خود نمک پاشتن بود که بامزه بشه نفلی
هیچی بارش نیست از خراس گوشه شما بابا ما خانوما رو کی معرفی میکنیم من میکنم نازی سی هری حاضر شیری حاضر فاتی حاضر خودم هم مهری خودتون هم انقدر لوستک ها خودم هم قربون همگی تو میرم از در او آمد بچه ساندویش منو بده ساندویش منو بده بابا پرد باشی پرد باشی دیگه بگو پنیر اقبالش کن مال من دونه لبکه خوشمزه گوش من چی میگم من بچه ها دست جمعی میریم همینجا دست شب در اول زودی برمیگردیم تو جایی نری همینجا باش خود بریم بچه ای گام بودی بریم انگشت بکن تو دماغ تو بیم یا دیگه انگشت بکن تفلکی و قالیش گذاشتن از من کلم تو جیبش نیست خب واقعا همینطور هم هست بچه ها بس دیگه پری خانم ماشین حاضره آقا فرمودن مهمونه معتنه خب پاشین بریم دیگه بچه ها را بیافتین ماشین اومدیم ماشین بریم تفلکی من مال شمارم حساب میکنم خودت متشکرم خب فردا نهار مهمون منم تموجیه قصه یه پیل و پشه برام دام و بسر بگیری بابا داریم آهنگ میزادیم دیگه افرایم بسری چقدر عصبانی آقا باید تو دلش داره بردارم در بودی چی شده عصبانی نشو برام جون بچه ها باید شوخی میکردن شما دیگه شورشو داره بردین همه چی رو به شوخی میگیرین میترسم این دختر قلمبه بشه سیخه که وایسه تو گلو تالی میبینین داره به با بربود نیست برا بابا این دختر لقبه تا دیست بودشون انگوشتی تو بره تو دیگه چی میگه گنده برد حالا توی عقای بارم در بیاره اگه جلوتا نگیریم زرتی عاشق میشه گندش در میاد آقای عاشق پیشه آش پیشنهاد میکنم آقایون یه ست هنداغ یه ست بگیرن دوست عزیز موفق باشی برو به اینو باشی خب حالا موتورت میدی به من یا نه البته که میدم مال خودت برو برش تو برو مهری جون سلام سلام حالت چطوری؟ خوبم گوش کن یه خبر داغ داغ واسط دارم ده؟ زودتر بگو تا نسوختم نهار مهمونه برای بچه های دیروزی هستیم میدونی که ببینم چشت پسره رو گرفته؟ بمیرم واسه تو که چشم تو رو نگرفته داشتی ایرج رو با چشات میخوردی تو میگی اونا قالمون نمیذارن؟ اگه همشون قال بذارن بهرام قال نمیذاری ماهی عاشق خنده هاشم پس میایین خب قربون تو خداحافظ همون بهتر که برم سه دنگه بکنم چهار دنگه اونم به کار یواش مواظب باشیم یارو نزنی تو چشم نه ترس بابارا رو دیدی؟ آره خسته شدم تو میگی دنیا گرده ثابت شده خب پس تو اگه از این طرف را بیفتیم من از اون طرف بعد یه روزی دوباره همینجا به هم برسیم
اگه با دو تا موشک بریم همینجا با هم تصادف میکنیم بام. فکر میکنی من تو با هم میرسیم؟ پیشنهادی داریم؟ حالا چطوری بگم؟ خب بگو دیگه. نمیخوای اول از پدر مادرت بگی؟ چرا؟ مادرم 10 سال پیش مرد. 2 سال بعد پدرم یه بیوه زن گرفت. اون اولا خوب بود ولی کم کم جاشو محکم کرد. حالا زن پدرم طوری قاپ پدرمو دزدیده که بی اجازش آب نمیخوره. واقعا مسخره است. حالا چند وقتی که احساس میکنی من جاشو تنگ کردم. مرتب داره پدرمو وسوسه میکنه که منو شوهر بده. منظورت چیه؟ میخواد منو بگیره واسه برادرش. یعنی بدون رضایت تو این کار ممکنه؟ به هیچ وجه. خیلی خوش گذشت. باید یه روز بیای با پدرم آشنا بشی. خدافظ. حتما. خدافظ. سلام. سلام. کجا بودی؟ پدرت سراغت رو میگرفت. کجاست؟ تو اتاق پذیرایی. قرار جمشید بیاد اینجا. خیلی خوب، به بابا بگو لباسم عوض میکنم و میام. سلام. سلام. الو. سلام. از صبح تا حالا 10 مرتبه تلفن کردم، نبودی. کجا بودی؟ تو بهشت. اگه بدونی چقدر خوش گذشت. وای خود جون چه پسر ماهیه. آره خلاصه هرچی ازش بگم کم گفتم. آره خوش تیپه، اما چجوری بگم، یه خورده همچین خجالتیه. وای همینشو دوست دارم. پسر جمشید خان بیکلاس. تو رو خدا حرفشو نزن، اینقدر از اینجور مردا بدم میاد. چی؟ ای حقه، مردی که خودشو دونجوان میدونه. گوش کن، من میخوام از بهرام و رفقاش واسه پارتی پس وردو دعوت کنم که بیان اینجا. جون جون، پس داریوشم میاد؟ باشه حتما میام، قربون تو. خدافیز. سلام بابا. سلام پری خانم. پری جون یه دوش میگرفتی خستگی در میرفت. من خسته نیستم. پس راه دوری نرفته بودی؟ چه اتفاقا؟ چرا اتفاقا زیاد موتور سواری کردی؟ اون پسر کیه؟ احتیاجی به خبرچینی نداشت بابا، من خودم بهتون میگفتم. بسیار خوب، خودت بگو. اون یه پسر ساده و صمیمیه، تا اونجا که من فهمیدم مثل بعضی مردا شیر پیله تو کارش نیست. کافیه دیگه. تو چطور اینقدر گستاخ شدی؟ خجالت نمیکشی؟ شما توقع داشتین من بهتون دروغ بگم؟ پری خانم، پدرتون بعد شما رو نمیخوان. شما فکر نمیکنید رفت آمدتون با اون جوان؟ شما دخالت نکنین. پری، من نمیدونم منظور شما از این خبرچینی چی بوده، ولی مطمئن باشین اگه من میگه به کفشم بود با اون تا جلوی در خونه نمیمدم. پری ولش کن، عصبانی میشی واسه قلبت خوب نیست. جمشید میره آرومش میکنه. برو. بله چش. ببینیم پری خانم، من و پدرت خیر شما رو میخوایم. من و اون الان چند سالی که با هم دوست هستیم. نبض کارای پدرم دست شماست. پدرم هر چی داره، حتی زن عزیزش رو از شما داره و غیره و غیره و غیره. این حرفا رو بیش از 100 دفعه شنیدم دیگه از بر شدم. پری خواهش میکنم عصبانی نشو. به من دست نزن این جمشید خان. اگه دنیام زیر رو بشه من از شما خوشم نمیاد. خوشت بیا، مگه خوراکیه؟ مسئله زندگیه پسر. بابا چرا متوجه نمیشین؟ الله اکبر. مگه نمیگین مسئله زندگی؟ درسته. خیلی خب، من نمیتونم با کسی که از بچگی باش بزرگ شدم زندگی کنم. همین. آخه مگه چشه؟ ای بشینه که سر گوشش نمیجنبه. از اون دخترها میخوای که؟ نه بابا. نه اینا نیست. پس چیه پسر؟ زیر سرت بلند شده؟ خب مگه چه عیبی داره بابا؟ هر پسری بالاخره باید از یه دختری خوشش بیاد دیگه، مگه نه؟ ها که خوشت بیا. نه بابا غلطای زیادی میکنی. تو حرفی میشه شما به زور متصل میشی. من نمیخوام مریم بگیرم، مگه زوره؟ برو هر غلطی که میخوای بکن. من دیگه جنازه مریم رو دور از جون رو دوشت هم نمیذارم. بابا اجازه بدیم من خودم با مریم صحبت کنم، ما زبون هم دیگر بهتر میفهمیم. مریم میخوام با حرف بزنم.
من حرفی ندارم با تو بزنم. عصبانی نشو. چرا عصبانی بشم؟ گوش کن. بفرمایید گوشم با شماست. من تو از بچگی با هم بزرگ شدیم. یعنی وقتی تو یه دختر کوچولو بودی من مدرسه میرفتم، بغلت میکردم، رات میبردم، رو شونه هم سوارت میکردم. خلاصه تو برام دخترمون نبودی، یه خواهر کوچولو بودی. چی؟ گریه میکنی؟ وای چرا گریه کنم؟ خب راست میگی دیگه. باریکلا، پس خودت متوجه میشی؟ بله، خیلی هم خوب متوجه شدم. خب دیگه فرمایشی نداری؟ من؟ بلی بلی، نفهمیدم. من این نمیخواد بری پارتی دیره بیشه رو. چرا چرا، الان حاضر میشم. خب، با اجازه. باری دیگه، زود باش. بیانش کن. جین دیدی؟ جین دیدی؟ بری؟ ابلاک شده من؟ سلام. ای سر تو کلا خیش میدونی یا حواس کردم بیشیدم وردین سه دوان گردم. چیشو تش بردیم دعوت کردن یا دوستانش؟ هر دوشونا ساکت باشید. موضوع عشق و عاشقی نیست، میدونم. میدونم، نه ترس، نمیذارم ناکام بشی. میخوام دار بگم
خیلی خوب دیگه بسته. یه پنی تو ببینم. یه پنی تو. الان. یه تو هم بگیر. دور خیز اول هیچی. مخیز دومو. مخیز دوم. بری اقعا بخواهم شیر جریم. اقعا. دیدی شیر جرو. خوش دوم. سلام، حواست کجاست؟ سه دفعه صدات زدم. خیلی مرحبا. چیه، ناراحتی؟ نه چیزی نیست، فقط خود نگرانم. میدونم نگران؟ برای چی؟ بی بری، این پدرم منتظرته. بیا تو دیگه، خجالت نداری، بیا. سلام آقا. بابا، بهرام سلام کرد. آه، بله، بفرمایید. تو برو تو، من الان میام. آخه من سلام. سلام، بشینید. چشم. چی کار داری میکنی؟ دارم واسه ویسکی یخ در میارم. نمیخواد این کار رو بکنی، سکی نمیکنه، بیا باج کار دارم. با این تحصیلات جنابالی حد اکثر کارمند دونپایه میشید، یا از صداتون استفاده میکنید و مطرب خونه باز میکنید. بله؟ شما مسائل بدجوری توجیه میکنید قربان. خجالت بکشید، نه پدر مادر حسابی، نه شغل حسابی، نه درآمد حسابی. شما با چه جرأتی میخواید دختر من خواستگاری کنید؟ آخه شما اجازه بدید من اجازه نمیدم. حتی اجازه نمیدم یک لحظه دیگه هم توی خونه بمونید. بفرمایید بیرون آقا، بیرون. بهرام، چی گفتین که گذاش رفت؟ هیچی، دو کلمه حرف حسابی بهش دادم. شما حرف حسابی هم سرتون میشه؟ سب کن، کارت دارم. تو خدا وایسا، من با تو کاری ندارم. سلام. بهرام چی شدی؟ زود بش بیا بریم که عطر نیست. بهرام باور کن، من اومدم بگم، من اومدم از رفتار پدرم معذرت بخوام. همینه میخوای بگی نه؟ به هیچ وجه. پس چی؟ اگه اینقدر عصبانی نباشی بهت میگم. خیلی خب بگو، من عصبانی نیستم. اومدم بگم حاضرم باهات زندگی کنم. چرا میخوای زندگی تو به هم بزنی ها؟ من زندگیمو به هم نمیزنم، بلکه اگه تو بخوای میخوام تازه تشکیل بدم. تشکیلات میده؟ اسمش میخوام هم بزنم. یاد بگیری، یاد بگیری. اینجور دخترها پیدا میشن که همه رو بدنام میکنن. یواش تر، من مخصوصا داد میزنم که بشنوه. داد میزنی یواش، ولی یه دون میشه سه دون، این یادت نری. بس تو رو خدا کازم آقا، نفهمیدم تو که با خوب شده بودی. حال دیدی؟ سلام. خب به 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 به، چشم ما روشن. سلام آقا. سلام. سلام، چه نمیفهمی؟ متشکرم. شمع پلیسی من میگه شما داشتین راجع به عروسی و اینجور چیزا صحبت میکردین، درسته؟ نه خیر بابا. نه خیر کدومه؟ شطور سواری که دلا دلا نمیشه. شما اگه همدیگر میخواهم باز رسم رسومش انجام بگیره. آخه یه مطالبی هست که باید بهتون بگیم پدر. من مطالب و این حرفا سرم نمیشه. اگه میخوای زن بگیری باز درست حسابی من برم خواستگاری با پدر مادرش صحبت کنم، اینطوری که نمیشه. بفرمایید آقا، الان تشریف میارید. متشکرم.
سلام عرض میکنم. آه سلام سرکار، چی اشکالی پیش اومده؟ اشکال؟ نه قربون، فقط آه فهمیدم، البته من به شما بدهکارم ولی خودتون قبول نکرده. راجع به چی صحبت میکنی؟ آها اون مطلب رو میگی؟ نه خیر، اون که انجام وظیفه بود. خب پس چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ با اجازه. خواهش میکنم. بفهمید، خواهش میکنم، بفهمید، بشینید. میدونید غرض عرض بنده در مورد مسئله جوانان و نسل جدید و اینجور چیزا دور میزنه. پس موضوع به شما دو نفر مربوط نمیشه. بله. عرض کنم که میدونید این روزا بچه ها در مورد خیلی چیزا خودشون تصمیم میگیرن. در مورد تشکیل خانوادم والا چجوری بگم، سلیقه‌های مخصوصی دارن، خودشون میرن همدیگر رو پیدا میکنن، خلاصه خودشون میبرن، خودشون هم میدوزن. ببخشید ممکنه خلاصه کنید؟ من یه قرار ملاقات دارم. معذرت میخوام، به طور خلاصه عرض میکنم، مثل اینکه سبیه جنابالی و بندزاده به هم یه تعلق خاطری پیدا کردن. چی؟ پس اون آقازاده که اومده بود اینجا پسر شما بود؟ بله البته فضولی کرده بود که سر خود اومده بود خدمت شما. بله خیلی هم فضولی کرده بود. بنده اومدم خدمتون عرض کنم چه ما بخوایم چه نخوایم این دختر و پسر همدیگر رو میخوام. عجب، با بنده زندگی کنی؟ همین یک کارم مونده که با آقا زندگی کنم. با میزنیم. خب از محاسن آقازاده بفرمایید، ماشینشون چیه؟ کادیلاکه؟ ماشین؟ والا یه دون تاکسی تازگی واسهش خریدم. بح بح بح، منزل آقازاده کجاست؟ همون طرف های شهرارای کل به خرابه یه هست که همه با هم توش زندگی میکنه. واقعا که؟ ببینم شما دارید سوال میکنید یا ما رو مسخره میکنید آقا؟ مسخره میکنم آقا؟ یه نگاهی به دور و برت بکن آقا. مردم شخصیت که به این زرق و برقا نیست آقا. تا آدم شخصیت نداشته باشه این زرق و برقا رو به دست نمیاره آقا. این حرفا کدومه؟ گاندی یه باز داشته یه چرخ نخریسی، شخصیت چم خیلی بالاتر بنده و جنابالی بود. با من بس نکنید آقا. شما قابل بسیسید آقا. بسی. من خیال میکردم ما زبون همدیگر رو بهتر میفهمیم. اشتباه میکنید، ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. بله شما با زبون زرگری صحبت میکنید، همه چیزو با زر و سیم میسنجید. بس دیگه آقا، شوهر من نباید عصبانی بشه. عصبانی میشم، خوبم میشم، یه دفعه دیگه میشم. تو به چه حقی جرأت میکنی که آقا شما معلوم نیست از کجا آوردی مینازین؟ منم حق دارم به وظیفه شناسی و زحمت کشی و یک عمر خدمت صادقانه خودم بنازم. برو بناز آقا، اما دست از سر من بردار. عصبانی نشو آقا، خواهش میکنم. بسیار خوب، نه شیر شطور نه دیدار عرب. شیر شطور میخوام چیکار کنم؟ باشه، اما آقای محترم نه شما تو این دنیا میمونید حضرت آقا، نه من. چیزی که باقی میمونه آدمیته. شما آدمیت دارید؟ خروار خروار، میخوام به شوهرتونم قرض بدم. متشکرم پدر بسیار عزیز، خیلی مهمون نوازی کردیم. تمام این آتشو از گور تو بلند میشه. متاسفم پدر، شما اصلا حرف حساب سرتون نمیشه. خیلی بیشتر از تو که میخوای زنی یه مطرب بشی سرم میشه. اولا اون مطرب نیست، از اون گذشته. چرا نمیخواین قبول کنین که دوره این افکار پوسیده گذشته؟ با من یک و بدو نکن دختر. من دیگه بزرگ شدم و خوب و بدو میتونم تشخیص بدم. خوب و بد؟ تو چه میفهمی بد کدوم و خوب چیه؟ بد اونه که زن یه آدم حق باز لکر دوژن مثل جمشید بشم که دوستش ندارم. خجالت بکش پری. خوبم اونه که زن کسی بشم که شلکی تو کارش نیست و دوستش دارم. همین. برو گم شو بیرون، تو دیگه دختر من نیستی. من همین خیال رو داشتم. خدافظ. این با دیگه بر نگفت. یا دور اون دختر عیون‌زاده رو خط میکشی یا زود جلو پراستو ور میداری از این خونه میری. چی شده؟ همینی که گفتم، حوصله توضیح دادنم ندارم. آخه چی شده عمو جون؟ تو دخالت نکن. تو اصلا حساب شخصیت پدرتو میکنی؟ تو که پدر دختره رو میشناختی چرا گذاشتی من برم خواستگاری؟ چرا به من نگفتی که الله اکبر؟ شما میخواستین رسم و رسوم اجرا بشه. بله من خیال میکردم که با آدم طرفم. شما از اول نباید تو این کار دخالت کردین؟ اوضاع اینقدر خراب بود که خرابتر نمیشه، یا اون دختره یا خانواده. خیلی خب میرم، انگار چی میشه؟ خوش اومدی. نوبر خونه آورده. عمو جون خواهش میکنم. بذار بره، خودش سرش به سنگ میخوره و برمیگرده. نگردم آقا، راتون از کدوم طرفه؟
عجب امضایی. مبارک دیگه باید دست بده. مبارکه، مبارکه. دست رو بذاریم تو دست هم قالو بکنیم مبارک باشی. سلامتی. استریاس استریاس سینوستریاس. آره واسه آواز بخونیم تو ما قضامونو بخوریم این کافه ها مرگی من الان استریاس سینوستریاس پنوس نموس خیلی خوب تو بیشین قضا تو کوف کن. من میخوام واسه عروس کما سازنزر میشکنم که قضا بیشون بچسبی به قربانی لب آخری دست پخت بله یه قضا را اینجور سگ بذاری خوردن همان و مردن هم همان بلبلی حالا چون شما ها نمیشونین قضا تونو بخورین قضا سر بشین بیش بیا این همه قضا رو یه نوع کرد واقعا امشب شب خیلی خوبی بود. سعی تو نرد گوشی آخه چه تحقیده چه چیزی کاری داری میکنه آنمو به هم زد آخه آخر آقیه آبا خورد کشو چرا میکنه این کار داری میکنه خیلی ببخشید فکر میکنم که عروس خانم دیگه خوابشون گرفته هجده آماده است بفهمید بودر بشن نکنه خواهش میکنه مام ساز نظر بیش میکنیم یا نبینم بچه بکنیم خانم یار چه؟ بد بختی بیچاره بده بده میدونی یعنی چی؟ یعنی که برو گمشه کنار من نگاه کنم نمیشه یعنی بده یه دفتی خودم یه دفتی خودم با سوختم سوختم آب کو آب یخ تو کسی یخ آب یخ کسی یخ آب یخ شون آقا خودی بابا بیده بلش من بیچاره شدم بده گردش گرده تر ببینم آب کو خیلی من این شب با هر طوری شده برم یه دونگم رو بکنم چهار دون کار من فقط نه فقط همین ماری شاید جان نرسیدی به 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 زنده باشی مریم جون ببینم زهره کجاست خوابیده؟ بله شامشو خورد و خوابید هی روزگار بچه چیه؟ از قدیم گفتن بچه میوه زندگیه بله ولی چه میوهی؟ میوهی که زحمتش مال باغبونه و نتیجهش مال دیگرون همین بهرام از وقتی که مادرش مرد چقدر من براش زحمت کشیدم چقدر براش خونه دل خوردم یهو گذاشته رفت پس فردام نوبت زهره است خب دیگه تا بوده چنین بوده یعنی چی میتونه باشه این موقع شب؟ تو سیه چشمی به تماشای چمن شام خوردین کازم آقا بله سر شده فقط اومدم یه دو کلمه خصوصی با عمو خانم که اونجا رو تخشه اختلاط کنه عمو جون من تو اتاقم برو عمو جون بیا بالا پیش خودم بشین بس کفشم دارم اینجا کثیف نشه بیام بالا وای وای این گلاتو تیق داره تیقه بره شب نشه مشکل لباس کازم آقا چطور این وقت شب ساعت 12 است
خیلی نداره دوازه. نه نه به جان خانه تا حالا از این نجسی لب نزدم مگه تو. باشه هر طور میلت میشه جون. میگم امو خانه چیه؟ بنده از اینکه بی موقع مزاحم شدم اجوری اینو بریزم واسهتون تا بعد باقیشو بگم. بابا لفتش نده. حتما یه کاری داری که این وقتش هم اومدی سراغ من. تو شمع پلیسی داری به خدا. این شمع پلیسی تو رو باید روشن که گوشو تاخچی. میگم تو چجوری فهمیدی که من یه کاری دارم اومدم؟ خدا بیامرز اون پسرت که دو... یعنی منظورم که اون رفت قاطی مرغا، حالا دیگه نوبت منه که برم قاطی مرغا. تو اینجا قضیه چجوری بگم؟ سر مریم جون بیکلا موندیم. مثلا میگه که لیاقت چه در بندی میبینین، من همینج میمونم مریم میگیرم چشمم کور میشه داماد سرخولت میشم، بالاخره یه لقمه چیزی از با هم میخوریم. های روزگار چیشو بیا این پیاز و این سیب رو بگم بخور. بیا والا تو جوون بدی نیستی، ولی خب باعث میبینم مریم خودش چی میگه. آره نمیشه همین الان بپرسین؟ چرا اشکال نداره. خب پس بپرسین. خدا موافقت کنه. ببین مریم جون، بهرام که تو رو ول کرد و رفت دنبال اون دختره. عجب نجسی چه بره سگی چهارت میبینه. اتفاقا کاظم جوان خوبیه، معلومه که اهل خونه زندگیه، از اون گذشته لب به عرق و شراب هم نمیزنه. کاظم کجا رفتی؟ نه خدا برگم بده نگات میشه امو جو، خدا یه کاری بکنی. حالی شد یواش بسید کار منی یه این موزه شده کنم. الو الو کی بود؟ نمیدونم حرف نزد گوشی رو گذارم. الو سلام جناب علی، میخواستم بیام منزل مبارکی، ترسیدم بیرونم کنم. شما کی هستی؟ یه دوست فراموش شده. جمشید. بله متشکرم. ببینی هنوز فراموشت نکردم، هیچ وقت هم فراموشت نمی کنم. بالاخره ببینم کیو؟ جمشید. نفهمیدم تلفن ما را کجا پیدا کردی؟ چت شده؟ خب از دفتر تلفن یا از زن پدرم گرفتی؟ این مردی که نمیخواد دست از سر تو برداره. خب به من چه ایوا؟ معذرت بخ. اینقدر حسود نباش جونی. هر جا آویزون کنه خوش بیدی. تو یا فوق‌العاده بد سلیقه یا خیلی خسیسی. این چیه رفتی خریدی؟ ساعت دیگه. ساعت ندیدی؟ جیری بغلی بود. آخه اینکه گردم بند شطوره. من با چه رویی برم خونه ای بهرام؟ تو به من گفتی برو ساعت چشروشنی بخر بیار، منم ساعت چشروشن قلم آورده. تو هم رفتی خریدی. نصف دخلی تاکسی رو میخوری، تازه دست و دلت نمیره یه چشم روشنی یه حسابی واسه قوم خیشای من بخری. اولا دیگه تاکسی نکن دلخور میشم مرگی تو. صد دفعه بهت گفتم بین زن شوهر نباید این حرفا بشه. مال تو مال منه، مال منم که مال خودمه، یعنی مال شوهره. فهمیدی؟ شوهر مردمم شوهر میکنن، منم شوهر کردم. ای به خشکی شانس. بله بله بله. اگر یک دفعه دیگه اینجوری با من حرف زدی، اون وقت هر کی دیدی از چشم خودت دیدی. مثلا چیکار میکنی؟ ها مثلا چیکار میکنم؟ حالا بگم بذارم اینجا تو بگم چیکار میکنم. یکی ماچ مالیزاسیونت بکنم. ای ولم کنم ولم کنم. من دست نمیذارم. خبرتونه مشغول. سلام خانم. باز که شما مثل سگ و گربه پریدین به هم. اگه یه دفعه دیگه اینجوری با هم رفتار کنین جفتتون رو ببرم کلانتری. امو خانه بنده معذرت میخوام، این مال بنده. خب تو چی میگی؟ هیچی. موضوع چیه؟ ببین سرکار خانه جون، شما میدونین که بهرام و پری خانوم خونه جدید گرفتن. دعوا سر این چش روشنی خوشگله که من رفتم خریدم. تو اینو خریدی؟ بله قربان خودم خریدم. خب مریم حق داره. پسر این چیه خریدی؟ خوردی خریدم اون چون. پس شما میفهمین که بنده بد سلیقه‌ام.
از بازار حلبی سازه قدم برگیرم. دلم میخواد یه حرفی بزنم جون زهره نه نیارینا. خب بگو ببینم. شما بیاین خونه ای بهرام. دیگه چی؟ چشم من روشن. چشم روشن که من جون زهره. آخه استغفر الله. میگم عمو خان میخوام برم یکی از اینا واسه شما بخرم بیارم. لازم نکرده. عمو جون اگه منو دوست دارین بیاین برید. چه فایده داره که شما با هم قهر باشین؟ شما کمی یه پسر رو دارین به خدا خوشحال میشه. الو هیچ یادی از ما نمی کنید؟ بابا ما شوهر کردیم، آدم که نکشتیم. چه عجب خبری شده؟ گوش کنین، ما امروز یه عده مهمون داریم که میان منزل مبارکی. ها؟ آره، پدرم به حرف شما خیلی گوش میده. میخوام یه کاری بکنین که با هم بیاین اینجا. والا نمیدونم، بهتره خودت با پدرت صحبت کنی. نه شما صحبت کنین بهتره. به خدا دلم براتون خیلی تنگ شده. این دو روز زندگی ارزش قهرتر نداری. باشه پری جون، من با پدرت صحبت میکنم، سعی میکنم راضیش کنم. باشه قربونت جون، خوشحال شدم بهم تلفن زدی. تو خیالت راحت باشه، من یه تلفن بهش میکنم. دوست صمیمی منه، اصلا نگران نباش. عزیزم چی بود؟ میدونی چی بود؟ اگه بگم شوکه نمیشی؟ برای هر حرفی خیال میکنی شوکه میشم. ترس بگو. پری؟ پری؟ آره؟ خب چی کار داشت؟ میخواد آشتی بکنی؟ پشیمونی؟ نه، خونه جدید گرفتم، میخواد بریم منزل مبارکیش. هرگز. جوشی نشو عزیزم. گفتم هرگز. خیلی خوب، نرو. تا دنیا دنیاست، تو قرباش اونم قرباشه. وقتی شیش هفته بچه دارشو گرفت اون وقت برو طلاقشو بگیر. باید رفت اومد داشته باشیم تا بتونیم فکری به حالشون بکنیم. بله خب بگو، یه چشم روشنی گران قیمت براش بخرم. خسته نباشی عزیزم. خوب شد؟ عالیه. آی صاحب خونه کجایی؟ نیست که صدای پدرمه. نه یعنی ممکنی؟ سلام. سلام، خیلی خوش اومدیم. این ساعته صداش نمیاد دیگه. سلام. اما خانم یه دقیقه ساکت باش، منم سلام علیک کنم. حالا شما نه نه نه، من خودم آویزون کنم. بله عمو جونو به سور آوردیم، لوسبازی در نه، رو برو دست شما. این مسئله آویزون خیلی مهمه. برای این کلی آویزونش کنم چطوری بزنم بشه آقا تو خیلی قشنگ میشه. سلام علیکم، خیلی خونه قشنگی را مرسی. من بله خریده چی کنم؟ مرسی شاید نیکم دستم بگی گم شد. خب دنی که ماهی آوردی بیدینش ببین. بذار دست شما. آره. خونه گرمی کنم. بفهمید من الان میام. میدونی بارم جون، عمو خانوی به نظر من واقعا لوت کرده. چون اگه من جای ایشون بودم به جان تو اسمت که نمیابردم هیچ، پدرت هم در میبردم پک. با کازی میتونی آتیش بپا کنی؟ من آتیش بپا کنم؟ من اونم آویزون کنم میدن؟ ایشالله که مبارکت باشه. خوش آمد، مرد زندگی شدی. ولی خب البته سلیقه پری خانوم هم هست. سرکار کنم، اگه ایالات بندم یه ذره سلیقش خوب بود اون وقت بهت میگفت. از سرت هم زیاده والا. نمیخوای پس بده؟ یه آخه گفتی بعد از فروش پس گرفته نمیشود، ولی به جان عزیزت یه دقیقه عوضش میکرده. کجاست؟ منو نشناخت. هری جون مثل اینکه پدرم اینا. خب پری بلند شو بیا. باز بگیسی سلام. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. سلام. سلام. معرفی کنم. مریم جون دختر عموی بهرام، کاظم خان شوهرش. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشبختم. قربونتون برم. خوشبختم منم اینطور. سرکار خانم جون پاشو. خانم ایشون اومدن. خانم ایشون پدر پری جونه دیگه. میدونین ایشون پدر ایشونه که بهرام جون باشن. جمعی پدر جون کدورت رو بزنین در نار. پدر جون بابا خواهش میکنم، حالا که این موقعیت پیش اومده از خر شیطون بیام پایین. اشکه ما نفهمیدیم اینجا تو اتاق میشه خر سواری کرد یا نه. خواهش میکنم آمون جون، اعتصام تو من قول دادی که لج بود. آره ادیاله یاشه بیاییم. خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم.
تو پر شد مامی ها چسبونی. خب یالا بالی شد کار ندیگه فعلا خودتونم تعارف میکنی. عجب آدم های تعارف. خب پدر جون به کلبه خرابه ما خیلی خوش اومده. کلبه خرابه که نه، ولی لونه موش. لونه موش؟ تو نفست نمیگیری اینجا زندگی میکنی؟ از اون باغ و اون خونه تا این آلونک؟ بله اتفاقا برای شروع زندگیشون خیلی هم مناسب و قشنگه. آلونک خیلی قشنگه. قربان گوشتنه بیارن جلو دماغ نه گوش. میگم حق با شما سرچون شما. بله آقا. بله آقا. درد خانه جونی تو حق با توی یه چیزی بهش بگو. بگو بله آقا. بله آقا. بخیر آقا. شلوغ شد. بس کن دیگه اعتصام. قضیه اینجا ببینم. وقت ندارم. گفتم بیا اینجا ببینم. اونجا میخوای ببینی؟ خب اینجا بشین ببین. چی؟ میگم من دیوونه شدی. چرا داری دو با هم زنی میکنی؟ خودشون دارن هم میزنن. من هم میزنم. خب تو بشین هم اینجا. خواهش میکنم حالا یه چیزی میل کنین. پرشو پشت پذیرایی کن. خواهش میکنم دیگه حرفای خوب بزنی. بله از اون خوب خوب هست که هنوز سفارش ندادیم. سفارش آخه ما آرزو داریم نوه‌مون رو ببینیم. خب اگه نوه میخواستی چرا به خودم نگفتی؟ دلخور شدم مرگ تو خانم. بله به قول مریم بچه میوه زندگیه. ای آقا نمیخوام اینا خودشون بچه‌ام. خیلی زندگی روبرای دارن. خرچن بفرمایید زندگیشون چشه؟ بله بله خب چشونه. آدم وقتی باید بچه دار بشه که بتونه از عهده تربیتش برمیاد. بابا صلوات بفرستین شما. تربیت رو با اسکناس میکنن آقا جون. چرا آقا هر کاری وسیله میخواد. بله ولی پول وسیله هر کاری هم نیست. اصلا چرا با من بحث میکنین شما؟ چه اصلا بحث کردن داره؟ بنده دارم خیلی خوبشم داره. نشین تو چجوری میشینم دیگه؟ عمو جون خواهش میکنم محض رضای خدا بس کنین. آخه مثلا ما اومدیم منزل مبارکی. من برم یه چیز خنک بیارم گلوتونو تازه کنیم. نه لازم نیست ما داریم میریم. چرا به این زودی؟ کجا قربان شما که هنوز عرقتون خوش نشده. خانم خواهش میکنم والا تو وضع خرابتر نشده بهتره بریم. خواهش میکنم بابا جون بهتر زحمت رو کم کنیم. اینجا جای ما نیست. بریم. این قالیچه خیلی قیمتیه دختر ازش خوب مواظبت کن. اینا احتیاج به قالیچه قیمتی ندارن. اینا محبت میخوان. بله محبتی هست. شما رو به خدا دست بردارین دیگه. شما جاشون صحبت کنید. بله پس چی؟ بابا خواهش میکنم بس کنین دیگه. آخه بذار سنگرمون با هم وا بکنیم. من با شما طرف صحبت نمیشم. به درک اصفر که طرف صحبت نمیشی. اصلا جایی که شما باشین برای من ننگه که باشم. بیا بریم بچا. شما تشریف داشته باشین. ما میریم. آخه ما میریم. ما میریم. آخه ما میریم. ما میریم. آخه ما میریم. عجب بریم بریم. خداحافظ. خداحافظ. بریم ببینیم اینا چیکار میخوان بکنن آخه. چرا تعارف میکنی؟ نه متشکرم رام. اشکالی نداره. نه خواهش میکنم جمشید. بیا سر. نه آخه نمیشه. مرزل کجاست؟ فکر نمیشه بازم سر کلام پیدا بشه. ها؟ مثل اینکه از شما چیزی پرسیدم. جمشید خان من شوهر دارم و از زندگیم خیلی راضیم. عجب. لطفا نگه دارین من پیاده شم. من که جسارتی نکردم. پس مثل یه جنتلمن منو برسونین و یک کلمه هم حرف نزن. با کمال میل. نمیدونی امروز به کی برخوردم. اون کی بود؟ گفتم اون کی بود؟ داشتم میگفتم جمشید بود. پس جمشید خان بودم. بله عدو در نیار بهرام طوری نشدی. بله به نظر تو خیلی بی‌اهمیته. بهرام من اگه اونو میخواستم که قبل از تو بود نمیشد محلش نظری؟ چی کار کنم؟
مردم طوری نگاه میکردن که انگار اون میخواد منو. ترسیدم فکر بد بکنن، برای همین مجبور شدم آشنایی بدم و سوار ماشینش بشم. یه پاسبان صدا میکردی به عنوان مزاحم، ازش شکایت میکردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تو پاک خول شدی یا من خول شدم؟ آره خول، خول و دیوونه، زنجیری خول. میخندی؟ میدونیم فردا صبح زود میرم یه ماشین واسط میخرم که دیگه منتظر تاکسی بانست. خوبه؟ آنیه بفرمایید. این پیش قصد قرار داد، اینم 5 تا بلیت هواپیما. قربان به خواست 6 تا بگیری. چرا؟ آخه من خودم تنهایی 2 تا صندلی لازم دارم. تو تمام کابره های جنوب براتون برنامه تنظیم شده، امیدوارم ازتون راضی باشم. جنوب که چیزی ده قربان، با شمال هم که بریم از اون راضی میشم. خیلی خب، فردا صبح زود حرکت میکنید. جان زود باش جارو میزنی چمدونو ببند. یعنی چی؟ یعنی مسافرت دیگه. مسافرت کجا؟ گوش کن جیگر جون، گوش کن تا وسط بگم. یه بانی خیر پیدا شده از گروه مطربی ما دعوت کرده که بریم تمام مناطق جنوب از تبریز گرفتی تا خود آبادان کنسرت بدیم. اینه که ما هم باید بریم اونجا بدیم. تبریز چیکار داره به جنوب؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم دیگه سر تاریخ جغرافی ما جربس نکن. به چمدونو ببن. چمدونا رو. خیلی خوب چمدونا. بله بله نفهمیدم. منظوره چه بود؟ منم میام. یعنی شما هم با بنده میان اونجا کجا؟ بله، از تبریز تا خود آبادا. تو این هوای گرم 45 درجه و نیم حرارت زیر صفر تو میخوای با من پاشی بیای آبادا؟ بله، مگه چطور میشه؟ گوش کن مریم جون، اشکالی نداره که تو هم با من بیای، فقط من میترسم که خدای نکرده بچه‌مون تو آبادا گرم زده بشه. بچه‌مون؟ کدوم بچه‌مون؟ ای همونی که قراره بالاخره به دنیا بیاد دیگه. من که میدونم بچه رو درست کردم، تو چطور خبر ندید؟ گوش کن کازی، من نمیذارم تو تنهایی بری و هر کاری دلت میخواد بکنی. نه من نیستم، من تنها نیستم، برای بچه‌های دیگه‌م هست. من به کسی کاری ندارم، من میام. نمیشه. میام. نمیشه. میام 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 میام. زدمی. یه. ایبی. خوش دیدم خوب بود. نگفتم خوبه، خدافظ. تو رو خدا هر روز تلفن بزن، من نگرانم. هر صبح میزنم، هم زور میزنم، هم شب میزنم، نصف شب دم دوای زنگ. تو که منو میشناسی، خوب بود. بدون مشکل. به سلامت. اگه تو هم میومدی آقا، مسافرتمون دیگه هیچ نقص نداشت. حالا چه اصراری؟ ایشالله پاییز با هم میریم تمام جاهای خوب جنوبو میگردیم. نمیدونم چرا دلم میخواد تو هم با من بیاری. بگو بهرام، تو همینطور واسه خودت میبافی یا من نمیتونم گرما رو تحمل کنم، گرما زده میشم. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. حالا سر سفری و اوقات تلخی رو ننداز. بس که بچه هم بابا هواپیما حرکت کرد. آخه کجا چی حرکت کرد؟ بلیتش بجید من حرکت کرد. بیا دیگه. ساکم حاضره؟ آره. خب خدافیز. خب سفر بخیر عزیزم، خوش بگذره. زود برمیگرد. زود برمیگرد. بابا چه خبرتونه؟ میره بنده اختیاری. بسمینه بب بب جای لب و نگاه کن. بب 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 سلام. سلام. مهمونی میخواین؟ مرگ تو دلم میخواست نصف ثروت این یارو که کنسرت رو جور کرده مال من بودش، اون وقت بهت میگفتم چیکار میکرد. یارو چیه بابا؟ کلی بدبخت پول خرج کرده، اسمشو بگو. باشه اسمشو میگم. اسمش چی بود یارو؟ آقای جمشید. جمشید مشکنبری؟ جمشید تورانی. چی؟ هیچی بابا، باید بریم توران زمین. مثل اینکه شما از روم نمیری. من نمیخوام به تو صدمه ای بزنم. خیلی خوب، پس یه کار دیگه میکنم، پلیس خبر میکنم. آه نه. جا گذاشتم. آقا برگرد. خیلی خوب،
اگه واقعا کار ما به این صورت در اومده بهتره من برم. ولی قبل از رفتن یه خواهشی ازت دارم. بفرمایید. اجازه بده این گردنبند رو تقدیمت کنم. بیندازش دور. خواهش میکنم. برو گم شو. باشه. اشتباه میکنم. آره چی رو اشتباه میکنم؟ حتی که خیال کردی احمق نیستم. بحرام اشتباه رو روزی کردم که تو رو گرفتم، به تو اعتماد کردم. آره اشتباه کردم، اشتباه کردم که دلم رو به تو خوش کردم. خیال کردم تو پاک و معصومی، باید میدونستم که گرد به گرد میشه. چرا؟ تمام دستیسا دیر سر تو بود، تلفن های پیاپی با ماشین رسیدن ها کاسه تو شهرهای جنوب سر همین بود که نخواهدی با همین درست میگم یا نه؟ نه بهرام گوش کن. چی شده برم جون؟ یعنی ما نباید بفهمیم چی شده میمیشه؟ بهرام کجا میخوا بری؟ یه تا بهرام کجا میخوا بری؟ کجا بری بری بابا؟ من دکترم، چی شده؟ با ماشین تصادف کردم. تصادف؟ چشمام نمیبینه. ها؟ چی؟ من گول شدی، ولی اینم جهت من میام. دکتر بیتابی نکن، اومدم. بله ها؟ بگذار چشماتو بنداخ کنم. متشکرم. بیرم بایلا بایلا همونجا نبوده شده بودیم. اگه من نبودم تو الان مرده بودیم. سقط شده بودی و به درد سقط فروشی میخوردی. این صدای چیه میخوردی؟
صدا یه خرسه. من یه خرس گنده و لقب قایم کردم. جدن اون عقب یه خرسه؟ نه، بیچاره دیوونه است. دارم میبرمش آسایشگاه خودم. پس شما دکتر دیوونه هایی؟ بله، با روش جدید. آی ساکت گفتم ساکت مجبورم از روش جدید استفاده کنم. می کشمت کجا داری میری؟ باید چشمای کوره کنه خواهر مریض رو الان تو همین خرابه هیپنوتیزم بهت میکنم. تو چشمای قشنگ من نگاه کن. چجوری نگاه کنم؟ آی جایی رو نمیبینی؟ من که نمیبینم. خیلی خب، پس الان از روش کارتلوشی استفاده میکنم. من نگه کمر ندن کمرم بکن خود بدم. خانم پرستر بیا تو من کجام؟ بیا تو کوره بالا کوری نفلی. بیا بابا بخور، جیگرت حال بیاد، بخور، فکرشم نکن. به من میگن سرکار ایمانی، برگ چغندر که نیستم. مطمئن باش هر طوری که شده پیداش میکنم. الان سه روزه که رفتی. سه روز که چیزی نیست. پری پدرت اومدی. پدرم بفرمایید تو. بفرمایید تو. متشکرم. از این پسر خبری نشد؟ پیداش میشه. بیا بریم دختر. بله؟ من با شما حرفی ندارم، میخوام دخترم ببرم. اولا اگه دختر شماست عروس منم هست. ثانیاً اگر میخواست بیاد خونه جنابالی خودش میامد. ده شما بدبختی سرش آوردین. ما بدبختی سرش آوردیم؟ جنابالی و اخوی خانومتون این بساط رو راه انداختین. اما جونیشون مهمونه. بنده مهمونی نیومدم، اومدم دخترم رو ببرم. انقدر دخترم نکن. این کارم بایدم بکنم. چرا دست از سرم بر نمیداریم پدر؟ یه دفعه آزادتو گذاشتم، این دست کلو به آب دادی. شما بهتره بچسبید به ثروت بادآوردتون. شما رو چه به محبت و این حرفا. شما برید وظیفتون رو انجام بدید. چه کار دارید به کار یه پدر و دختر؟ عروسمه. اصلا شما به چه اجازه داخل خونه من شدی؟ اینجوری حرفو نزنی. بابا آخه منم آدمم. از منم بپرسین که چی کار خیال دارم بکنم. راست میگه. دروغ میگه. من همینجا راحتم پدر. اینجا میمونم تا شوهرم برگرده. تموم شد و رفت. خوش گذر. جهنم. ولی یه روز پشیمون میشه. اون روز نمیاد. خوش اومدی. گریه نکن. گریه نکن. پس قضیه این بوده. بله آقای دکتر، برای همینه که از زنم متنفرم. به طوری که اگه بدونم چشمم خوب میشه و میتونم اونو ببینم، ترجیح میدم تا آخر عمر کور بمونه. این حالت شما ناشی از یک نوع بیماری خاصه که بهش میگن واپس‌زدگی عقده ادیپ، که مربوط به تکامل لیبیدوه. برای معالجه این حالت به همینطور کوری هیستریکتون، شما باید با من که دکتر معالجتون هستم ترانسفورپوزیت باشید. متوجه شدی؟ بله. نه، میدونید چرا؟ برای اینکه من یک مش اصطلاحات روان پزشکی به کار بردم. آقا مگه تو دکتری؟ نه خیر. تو یک کوری، نه دکتر. ترانسفورماتور تو با من پوزیتیف نیست. متوجه شدی؟ بله دکتر، بله. خیلی خوب، پاشو بشین. پاتو بنداز روی هم. بله؟ بیا اینجا پیش من واسه. چشم. آکروبه. این نه، اینو. اینجا چیون؟ چشم دو. دیوانه است. چی باید بزنم؟ ای
رادیاتور آب میده، لوله ایزوشم که باد میده، 500 تومن حالا خرج. بابا دلت خوشه، سویچ بده من ببینم، یالا نفهمیدم سویچی با سی برداشتی؟ میرم رو تاکسی خواهد اگه سوارشی به مرگ مادرم خیلی سریم اوکی خاره، جرعتش رو نداریم بله راست بگی با تو خواهد پسر من آخرش تو رو جلبت میکنم. اطاعت قربان. همش تقصیر اونه عمو جون. همش تقصیر توه، تقصیر منه. آره تقصیر توه. آخه چه خبرتونه هار شدی؟ تو رو خدا ببین تموم جونمونو خسته. من اومدم بهتون خبر بدم که بهرام پیدا شده. راست میگی. من خبر بدم. من سوار خوشم از من اومده بودم همینو بگم. از کلام تری به من خبر دادن که دامادم پیدا شده. ولی مگه میشه حرف زد؟ اینجا دیوونه خونه است. پایی نخور آقا. از قرار معلوم چشمش آسیب دیده. میخوام ترتیبی بدم که بیارنش درون عملش بکنم. لازم نکرده. با سرکار میخواییم ثروتتون رو به رخ ما بکشیم. من صلاح کار خانوادم رو بهتر از شما میکنم. خانواده شما پسر منه. داماد منه. پسر منه. داماد منه. سوچم به شکل سدین اصلا اون رفیق خود منه. یه دقیقا کنان کارمو جوید. ببین این 500 تومن بهم بدید لونه ایزو درست کنم. اما بینتونی جوش کاریم کنم مگه ننت بدید. برو حالا تو هم نمیدی؟ آی آی برو کنان. اگه بهت نگفتم حالا بشکنم بهتون بگم سرکار. بله من میرم میارمش ببینم کی میتونه جلومو بگیره. میبینیم و تعریف میکنیم. ببینیم و تعریف کنیم. Thank you.
زندگی از مشکات باز من همه چی رنگش و باده باز من که بود یه روز بهشته آره بود چه جهنمی که ساخته باز من همه شادی از من دور شده همه یه زندگی سوت و گور شده گل برام من این زبخارو میده خوب و بد دیگه برام یه جور شده تو سکوت سینه دل مرد منی من ساده دل میگم سبون شده تو سکوت سینه دل مرد ولی من ساده دل میگم سبون شده تو سکوت سینه دل مرد ولی من ساده دل میگم سبون شده خیال میکنه میتونه از جیب ما جلو بزنه ای بس شما ها یا کریم با اون عجیب بولا شما قیمت بیره میگیرمش برگیم بیره بیره این نگیره امیده من ده برابر و بولی شما قیمت داره ایلنگ با هم بیره این را علم بکر چه ایلش بازی میکنم بازه باش بازه باش با یه چه باش نمیشه اگه دیوونه باشیم نمیشه بریم تو نه نمیشه از اون زنجیری هاشم باشیم نمیشه نه چه فرمایشی داری من پدر بهرام هستم اون بیماری که نابینا شده خود آقای دکتر به ما خبر دادن که بیان الان بهشون میگن باز کن بره باز میکن تا اتین نیومده باید بچفیم تو کم بشینین دوباره نمونین گل درم عجب دیوانه قشنگه دیو نترس این قراری و بلبل نشوندن دو طرف باشه بیا من با تو هم خودم اینه دیوانه طرف سم نریم بیا بتونی بگو بگودی منی میشنسی فرمایشی بود سم نریم سلام سلام خوشبختم رحمت عالی زیاد خوشبختم خانمشون خانم بهرام عروس بنده است من یه حرف بدی زدم چی میکنی؟ بهشون به هیچ وجه حق ندارن با شوهرشون ملاقات کنن ها؟ چرا؟ علتش
پس این که از ریختتون بیزاره و اگه شماره باز ببینه بیماریش عود میکنه. پس تکلیف چیه؟ با من یکی بدون نکن. میگی یعنی من دوتا به ستا بکن. خواهش هم داری کنم. خیلی خوب. ولی آقای دکتر ما یه دیوونه خطرناک رو تا اینجا دنبال خودمون کشوندیم. اون سوار یه اتومبیل قرمز کروکیه. ترتیبشو میدم. از کجاست؟ این دیگه چی میگه؟ از کجاست؟ دنبال چی میگردی؟ دو تا شستومه‌مو گم کردم. کجا گمش کردی؟ تو انبره. پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ اینجا تاریکه. شستومه‌نی گم کردی؟ بیا این یه شستومه، اینم شستومه 120. من خودم واسطه داری. شستومه‌اش گم شد. برو برو پولتی گرفتی برو دنبال کارت. ما بالاخره سر در نیاوردیم. اگه چشمش اب داره واسه چی تو دیوونه خونه آوردنش آخه؟ سر کارخونه شاید چشم باطنش کور شده. به حق چیزایی نشنیده. اصلا چرا به ما نشونش نمیدن؟ بله چه نشونه؟ سمنه من با ضمانت شما پدرتون رو آزاد کردم. من اون دلیل سالم بودنش نیست. پدر شما مبتلا به عقده خود بزرگ بینیه که این مربوط میشه به سینما اسکوپ پرخاش. بله سینما اسکوپ. بله درسته. تشخیص منم همینه. ما بهتره به کار خودتون برسیم. باز شروع کردی. همه آتیش از گور شما پا میشه. بله درست میگی. ساکت باش. همه باید ساکت باشن تا آقا عقده خود بزرگ بینیشون تسکین پیدا کنه. بله به شما مربوط نیست. ساکت. اینجا بیمارستانه. بیمارستانه. دیوونه شدم. بفرمایید. اینم دلیل بیماری آقا. عمو جون کوتاش کنین دیگه. نه خیر کوتاش نمی کنن. ما هر چی کشیدیم از دست آقا بوده. شما باعثش بودی. بابا آخه یه خوردم فکر شوهر من باشی. آقا داماد من کجا؟ پسر منه. نه این داره که داماد شما باشه. کوتاش. دامادمه. پسرمه. دامادمه. اینا دیوونه. دامادمه. پسرمه. داماد پسرمه. دامادمه. پسرم دامادمه همشون رو ببرید ببندید به تخت زنجیرشون بکشید بیمار روانی همشون رو ببرید دارش بگذن من دیوانه کردم یلا یا آزاد شدم حساب که میرسه تو به اون مسکیت بیا چشت افتاده زمین بگیر اینه که بگیر تو خودت از همه دیوانه تری فهمیدی یه بازگر یه گله رو گرم میکنه بازگر خودتی از اتا بازم دست بردار نیستی دکتر شماره دیوونه تشخیص داد ما پاسوس شدی اگر از اینجا خلاص بشم علیه همه تون اعلام جرم اگر خلاص شدی با کامن میشم خدایا من چقدر بدبختم هیچ کس به فکر من و شوهرم نیست خفش تو هم با اون شوهر کرده خفه کسی میشه که این جنجال رو راه انداخته نفرده با من بودی؟ بله نه خدا نه خیلی خوب پس آروم باش چشم برو بیرون کمیسیون دارم دیوونه های تازه وارد دارن همدیگر میخورن دارن همدیگر تیکه پاره میکنن چه گفتی؟ بله کله اجداد تو قسم ای بخوام دروغ بگم دعوا بله بله چی چی؟ این کی بابا؟ سلام و زهر مار بازم کن یه شرط داره عزیزم شرط چیه این دیوونه الان بر میگرده سه دون تاکسی رو اسمم میکنی یا نه حالا وقت این حرف هاست اتفاقا بهترین وقتی آره یا نه نه خیلی خوب بس همینجا لولا کن تا دیوونه بیاد بخوره عزیزم جونه ببینم برنامه خط کرده نره پسرمه دامادمه پسرمه حساب تو میرسم خواهش میکنم میدم اخراجت کنم بارو امو سکر یا زتا باز
بوره داره پنج من یونجه پاک نکرده بریز این جلاش تا همه شو بلون بونی اینم با آب و صابون تنقیه شد بابا دکتر من چه گناهی کردم؟ شما هیچ میدونید که شوهرتون از دیدن شما رنج میبره حتی از شنیدن صداتون شما باید در بند باشید تا مانع معالجه شوهرتون نشید ببخشید خانم میشه یه پیغام بون بیمار نابینا بدین؟ نه متاسفم خواهش میکنم یه کاغذ بدین یه چیزی بنویسم ببرین براش بخونیم اشکالی نداره لطفاً یه قلم کاغذ بدین بفرمایید این کاغذ رو مریض فرج برام کوری نوشته متشکرم چرا این لعنتی ها نمیان وازمون کنن از که صدای اتیه باید همینجا باشم برو تو اتی همه دراز به دراز دمر افتادن گوش کنی چی میگم اگه شرط کنی که با هم دیگه دعوا نکنی بازتون کنه ولی خدا به شما مرمزی ها فهمیدی چی میگم یا نه خیلی خوب بس خدا حافظ خیلی خوب باز کن بله مثل اینکه شما پیغامی برای بیمار داشتید خیلی خوب شروع کن بهرام خان من جمشیدم چی؟ رازل نومرد من آن خفت میکنم ساکت و گوش کن من فلجو ببخش خیلی خوبی قد آوابیش ده گیرن به تو بزن من هیچ وقت عاشق زنتون نبودم اونم هیچ وقت منو دوست نداشت ما دوتا قطب مخالف بودیم من فقط چشمم به ثروت پدرش بود ولی حالا دیگه همه ثروت دنیام برام فایده ای نداره من دیگه نمیخوام یعنی نمیتونم که مانع خوشبختی شما دوتا بشم اون روز من میخواستم پری رو اغوا کنم ولی اون به هیچ وجه زیر بار نمیرفت باور کن هیچ توانی قبلی بین من اون صورت نگرفته اون پاکترین زنیه که من میشناسم تو دروغ میگی دروغ میگی دروغ من میتونستم سکوت کنم ولی حالا دیگه چه فایده داره خیلی خوب اگه فکر میکنی دروغ میگم بازم سکوت میکنم من قسم میخورم که پری غیر از تو هیچ کس دوست نداشته و نداره قسم میخورم که زنه پاک و بیگناهه اگه غیر از این بود زندگی پرتجمل پدرشو ول نمیکرد با تو زندگی بکنه اون بیگناهه باور کن بیگناهه باور کن دکتر من میبینم خوب شده ولی مسلمه منم فکرشو میکردم که خوب بیشید شما دکتر من باید زنمو ببینم نه زنت اینجاست برو پیداش نه نباید زنشو ببینی سب کن کجا داری میری تو نباید زنتو ببینی یک جانم این بخش باید زنشو ببینم کجا داری میری ببینیمش نداری پا کنیم منو بیماری تو مصری هست عزیزا عزیزا من از دیبو
قوم و مردم میگریزم اونجایی که گل میگه بهشته گریزونم من از مردم همیشه اینم از بازی های سر نوشته دلم میخواد بریم اونجا من و تو که ما رو چشم نامحرم نبینه به اونجایی که جز خورشید و مهتاب کسی دیگه ما رو با هم نبینه پنهون کنم من چشم تو را تو رو که گوهری گم شده بودی تو رو که چون پرستوی مسافر به قهرم که به ناز آمده بودی پنهون کنم من چشم تو را تو رو که گوهری گم شده بودی تو رو که چون پرستوی مسافر به قهرم که به ناز آمده بودی میخواد از چشم و بد دورت کنم دور بسپند و دل و آتش سینه میخواد بیش تو چشم و لب بمیرم گراه و رسم عاشقی همینه به من میگن تو رو دیوونه کردی کسی که چشم او سهره و جادو اگه دیوونگی عشقی درستی که من دیوونه پنهون کنم از چشم حسودا تو رو که گوهری گم شده بودی تو رو که چون پرستوی مصطفی به قهرت که به ناز آمده بودی پنهون کنم از چشم حسودا تو رو که گوهری گم شده بودی تو رو که چون پرستوی مصطفی به قهرت که به ناز آمده بودی.